الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم با برنامه اذکار آسمانی. در این جلسه 37 ذکر شریفی رو تقدیم حضور میکنیم و قبل از اون یادمون باشه که توصیه به ذکر و یاد خدا کردن و دعا اینی که از آموزه‌های مهم دین ماست. خدای متعال در قرآن می‌فرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. این آیات رو متذکر میشیم در هر جلسه که اهمیت موضوع مقداری برای ما بیشتر قابل توجه باشه و همچنین ذکر بسیار اذکر الله ذکرا کثیرا. خدای متعال می‌فرماید که او رو یاد کنیم، اونم یاد بسیار، همیشه به یاد خدا باشیم. و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون و آیات دیگر که عرض میشه در این باب هست. مواردی هم عرض شد در هر جلسه تأکید داریم متذکر بشین توجه به اموری در باب ذکر و دعاست، از ترک محرمات، انجام واجبات، پرهیز از لقمه حرام، پرهیز از ظلم و تعدی در حق دیگران، با طهارت بودن، توجه حضور قلب، ابتدا و انتها رو دعا رو انسان صلوات قرار بده، خودش رو در مقابل خدای عرض میشه که مهربان و قادر و قهار، انسان خودش رو خوار و ذلیل ببینه، اعتراف کنه به گناهانش، توبه کنه، انابه کنه، تقوا رو فراموش نکنه، انقطاع از خلق پیدا کنه و توجه حقیقی و واقعی به خدا، توجه به مضامین ذکر و دعا داشته باشه، یقین به قدرت مطلقه الله تبارک و تعالی، مثل غریق خدا رو بخونه، حمد و ستایش خدا رو قبل از ذکر و دعا فراموش نکنه، دنبال عیبجویی دیگران نباشه، اصرار و الحاح در دعا داشته باشه، که این امور رو در عرض میشه قبل از بیان هر ذکر متذکر میشیم چون اهمیتش بسیار زیاده. اما این دعای این فقره از دعای عظیم الشأن جوشن کبیر توصیه شده برای دفع درد چشم و بقای نعمت. باز باید این رو متذکر بشیم، این که عرض میشه که در آموزه های دینی ما یک مجموعه از دعاها و اذکار هست برای یک سری مسائل خاص، این نیست که من باب عرض میشه که طبابت و طب رو کلن ببندم و بذارم کنار، یعنی سراغش نرم. نخه، راه های متعددی برای درمان هست، تارتن علم روز متخصصینی که هستن و دکترا و اطباء یک راهی است، بله مانعی هم نداره، انسان باید تحقیق کنه، مطالعه کنه، طبیب خوب و حاذقی رو بشناسه و میره برای نزد او و چش دردش رو او معاینه میکنه، برایش داروی تجویز میکنه. خب این راهه. یک راه دیگه میره سراغ یک طبیب سنتی حاذق که از علوم اهل بیت بهره برده، که باراتلین علم این، البته به شرط فهم اونها، چون خود این هم عرض میشه یک بامیست واقعا و این احادیث و روایات به گونه خلاصه اجتهاد میطلبه برای فهم اونها، که اگر چنین شد این که باراترین علم در طب، چون از منبع وحیه، البته خب کار هر کسی نیست. خب پس یک راه برای مثلا درمان اون بیماری، درمان اون چش در شخص میره سراغ اطبای روز که هستن مراجعه میکنه. خب یک راه نه، میره سراغ طبیب حاذق سنتی که واقعا آگاه و علمشو داره و به او مراجعه میکنه. خب این هم یک راه. یک راه دیگه نه، متوسل به ساحت مقدس معصومین میشه، استشفا میجوه مثلا از صربت سید الشهدا سلام الله علیه با رعایت شرایطش، اونم یک راهیه. این نیست که بگیم آقا شما چرا اون راه رفتی این راه رو نرفتی، نه، اختیاره. یکی از راهان پس مراجعه به عرض میشه آموزه های دین
و گفتن اذکار و دعاها، با توجه به اینکه انسان چی نباید اونها رو ترک کنه و در این بابم بدونه یه وقتم اگر نشد نگه آقا پس نه اصلا همچیزی نیست، دروغ، نه. یه وقتم عرض کردیم مصالح الهی اقتضا میکنه که اموری رو که خدای متعال اون اثر رو فعلا نگذاره در دعا برای اون شخص، تارتن به خاطر خود اوز کارهایی کرده که این دعا و ذکر از زبانش بیشتر بالاتر نمیره، عرض شد لقمه حرام، گناه، معصیت، ظلم و تعدی اثر نداره. تارتن نه رعایت کرده شرایط رو، حدود الهی رو رعایت کرده، این اثر نمیده چون خدای متعال این رو مثلا کفاره گناه این قرار داده، یا نه یه بلای بدتری، یه بیماری بدتری در انتظار اوست، به برکت این ذکر، به برکت این دعا خدای متعال جلت عظمتو این ناراحتی کوچیکه رو فعلا نادیده میگیره، این رو سفر قرار میده برای اون ناراحتی و بیماری بزرگتر. یک باب وسیع است و یه بحث مفصلی در این باب هست، لذا زود انسان مایوس نشه، ناراحت نشه، یه وقت هم نه باید شما ادامه بدی، یه مدتی رو ادامه بدی که انشاءالله اثر رو ببینی. دفع درد چشم و بقای نعمت، گاهن انسان نعماتی خدا به اون میده هنوز نیومده از کفش میره، برای اینکه انشاءالله این نعمت ها پایدار باشه، ضمن اینکه انسان کفران نعمت نکنه، عرض شد حدود الهی رو رعایت کنه، وظایفش رو انجام بده، انشاءالله با ذکر و دعا هم عرض میشه اون نعمت برایش باقی بمانه. خب لدفع علم العین و بقاء النعمه، فقره 31 از دعای عظیم الشأن جوشن کبیر مرحوم علامه در زاد المعاد میفرمایند لدفع علم العین، درد چشم، ناراحتی چشم و بقاء النعمه، این که نعمت انشاءالله باقی بمانه. بسم الله الرحمن الرحیم، یا عزیزا لا یضام، یا لطیفا لا یرام، یا قیوما لا ینام، یا دائما لا یفوت، یا حیا لا یموت، یا ملکا لا یزول، یا باقیا لا یفنا، یا عالما لا یجهل، یا صمدا لا یطعم، یا قویا لا یضعف، سبحانك یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اما ترجمه این مزامین این ذکر شریف، به نام خدای بخشنده مهربان، عرض شد به مزامین توجه داشته باشیم. ای عزیزی که خار نگردد، ای لطیفی که دست اندازی نشود، ای پایداری که خواب او را در نیابد، ابدا خواب در ذات پاک حضرت حق جایی نداره، خدا که نمیخوابه، ای پاینده ای که فنا نپذیرد، همه چیز فنا پذیره جز ذات مقدس حضرت حق، که البته خب این بقایی که انسان داره خب بعد از حیات اخروی اونها اون دیگه مباحث دیگه است که به خواست الهی است که دیگه انسان در اون عالم، در عالم برزخ خب تمام میشه و در قیامت دیگه میماند، پایدار میشه، هست، اونم به خواسته الهی. ای زنده ای که نمی میرد، مرگ در ذات خدا راه نداره، همه چیز می میرد و خدا نمی میرد ابدا، ای پادشاهی که از بین نمی رود، ای همیشگی که فانی نمی شود، ای دانایی که نادانی ندارد، ای بی نیازی که خوراک نخواهد، ای توانایی که ناتوان نمی گردد، منزهی تو ای که معبودی جستو نیست، فریاد رس، فریاد رس، ما رو از آتش برهان ای پروردگار من. و عرض شد واقعا چقدر زیباست این اسماء الهی. این هم پس برای دفع درد چشم و بقای نعمت با لحاظ اون توضیحاتی که عرض شد، فقره 31 از دعای عظیم الشأن جوشن کبیر. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.